منم قبل از هر چیز این واقعی عظیم، استثنایی، عجیب، آسمانی به قول برادرم، این واقعی که بزرگترین واقعی تاریخ بشریت، از طرف پاستور کلیسا و خودم به تک تک شما مبارک باد و شاد باش میگم. امیدوارم که امروز قیام عیسی مسیح خداوند ما رو با تمامی ابعادش به وسیله روح مقدس خداوند تجربه کنیم. آمین. همینطور که این سرود رو خوندیم، دلهای ما پر از گل بشه، پر از شادی بشه، پر از امید و ایمان بشه به خاطر قیام خداوند ما عیسی مسیح. و همینجور میخوام قدردانی قلبی پاستور و خودم رو به تک تک شماها اعلام کنم به خاطر تبریکاتی که از صبح واقعا با پیام‌های متفاوت برای ما رسوندین، برای این روز خاص که برای من پاستور روز خاص‌تره و واقعا میتونم بگم ما رو محبت کردین. تشکر میکنم. قدردانی منو بپذیرین و همجور پاستور عزیز. ولی چیزی که عزیزان امروز از اهمیت خاصی برخورداره و باید مرکز توجه و تمرکز همه جانبه ما باشه، اینه که مسیح از مردگان برخواسته. آمین. عزیزان میلیون ها نفر مردن، زنده شدن، اما بعد از مدتی دوباره مردن، مثل ایلازر، یادتونه 4 روز مرده، پسر زن نائینی، تابیتا تو اعمال باب 9 مرده بودن، زنده شدن، ولی بعد از مدتی دوباره مردن. ولی مسیح عیسی خداوند ما زنده همیشه جاویده. آمین. و امروز در بین ماست. عزیزان قلب او ایستاده بود، قلبی که میلیون ها بار میزد، میلیون ها بار در هر دقیقه میزد، میلیون ها سلول عصبی او مرده بود. ولی روز یک شنبه، در چنین روزی، درست در چنین روزی، او زنده شد. میلیون ها سلول عصبی او که مرده بود در چنین روزی زنده شد. امروز اگه شکست خورده ای، اگه گریانی، اگه غمگینی، اگه ترسانی، اگر پر از شکی، اگر پر از تردیدی از رستاخیز عیسی مسیح خداوند، اگه خدایی نکرده سفر زندگی تو با کدورت، با غرغر، با نارضایتی و مکالمات منفی طی می‌کنی، امروز خبر خوشین عزیزان که عیسی مسیح خداوند در بین ماست، زنده و قادر جان تو رو برگردانه و به راه‌های عدالت تو رو هدایت کنه. عزیزان ما صاحب مذهبی مرده نیستیم که هی بگیم استاد تو کجایی؟ کجا رفتی؟ او برخواسته. او مرده بود اما زنده شد و تا ابد زنده باقی خواهد ماند. آمین. امروز قلب او برای تو میتپه، قلبی که به خاطر ترسای تو، به خاطر گرانباری تو، به خاطر بی ایمانی های تو، شکهای تو، به خاطر اون قلب مجروح تو، به خاطر قلب ناامید تو، به خاطر تو امروز این قلب شروع کرد به تپش. باور میکنی؟ ما امروز عزیزان به عنوان بدن عیسی مسیح خداوند باید کاملا آگاه و واقف باشیم که تمامی ماهیت، تمامی هستی مسیحیت مثل تنابی به رستاخیز عیسی مسیح خداوند که رکن و اساس ایمان ماست وصله. اگه این تناب در ایمان ما پارش، عزیزان به قول پولس میگه اگه مسیح بر نخواسته، باطل الان وعظ من، موعظه من، باطل ایمان تک تک شماها و همگی ما که اینجا نشستیم و راجع به مسیح حرف میزنیم، شهود کذبه هستیم و جمعی ما از انسانهایی که بدون مسیح در دنیا زندگی میکنن بدبختریم و همین الان در گناهان خودمون داریم دست و پا میزنیم. لیکن بالفعل مسیح از مردگان برخاست
و نوبر خوابیدگان شد. آمین. و کلامی که گفت عزیزان به انجام رسید و کلیسا امروز ظفرمندانه میتونه بگه ای مرگ نیش تو کجاست، ای قبر ظفر تو کجاست. آمین. امروز ما ظفرمندانه از چیزهایی که تمام عمر اسیر و زندانیمون کرده بود میتونیم بگیم، چون قیام مسیح، در قیام مسیح مرگ و گناه بلعیده شد. آمین. عزیزان چرا دارم این چیزها رو میگم؟ چون واقعه مهم و بنیادین رستاخیز عیسی مسیح عزیزان چنان حقیقت نیرومند و پرصلابتیه که حتی در طی تاریخ عزیزان خیلی از افراد بودن که به سطح رسیده که در طی تاریخ، در طی آثار با این حقیقت نیرومند به عداوت و دشمنی برخواستند. این واقعی عظیم رو دروغ و ساختگی و خیالات شاگردان فرض کردند و سعی کردند حقانیت شکوهمند رستاخیز خداوند ما رو زیر سوال در بیارن، ولی همگی آنها به زانو در اومدن، مخالفین به لرزه اومدن، ولی هرگز و هرگز پایه های محکم رستاخیز خداوند ما عیسی مسیح به لرزه نیومده و فرو نریخته و نخواهد ریخت. اگر چنین عزیزان رستاخیز پیروزمندانه و شکوهمندی تونسته، قادر بوده که مخالفین رو چنین به زانو در بیاره، آیا فکر نمی کنین که امروز قادر پیروان عزیزشو که به خاطر اونا مرد و زنده شد، در نبرد با ناملایمات، در نبرد با فراز و نشیب‌ها مقاوم بکنه، بلند کنه، سر پا بایستونه؟ آیا فکر نمی کنی که قادره؟ آیا فکر نمی کنی چقدر بیشتر قادر امروز کلیسای مجیدشو در برابر نیروهای تاریکی و شرارت پیروزمند و مقاوم بسازه؟ عزیزان امروز کلیسای عیسی مسیح، بدن خداوند در زندگی و مرگ و قیام خداوندش در تمامی ابعاد شریکه. ما از روزی که تولد تازه یافتیم تمامی این نشانه های رستاخیز و نتایج رستاخیز عیسی مسیح خداوند رو در بدن مبارکش تک تک شماها به وضوح دیدیم. انسانی که در گذشته، در گناه، در تاریکی، در اسارت، در ترس، در کینه، در نفرت زندگی می کرد، عزیزان با تولد تازه، با وصل شدن به مرگ و قیام عیسی مسیح نسبت به اون حالت گذشته می میره. خودتون بارها شهادت دادین، درسته یا نه؟ و در حیاتی نو دوباره بر می خیزه. و کماکان عزیزان این پوری، این تحولات الهی رو در بازگشت خداوند ما عیسی مسیح با پوری این پادشاهی او رو که امروز روی کلیساست خواهیم چشید. در حالی که جهان بدون مسیح عزیزان حتی با هزاران جشنهای بهار که دارن میگیرن، همچنان و همچنان بدون عیسی مسیح در زمستان خلقت کهنه خودشون به سر میبرن، در تاریکی به سر میبرن. اما برای باورمندان به عیسی مسیح، باورمندان به رستاخیز عیسی مسیح، بهار خلقت جدید، سلطنت و پادشاهی خدا آغاز شده و داره به سوی کمال جلو میره. عزیزان چه آگاه باشین چه آگاه نباشین، دنیای ما دنیایی که به وسیله رستاخیز عیسی مسیح، آفرینش تازه، بهار خلقت تازه در اون تزریق شده. جهان ما عزیزان چه اینو بدونین چه ندونین مثل یک رحمیه،
مثل یک رحمیه که با رستاخیز به وسیله رستاخیز عیسی مسیح از آفرینش تازه، خلقت تازه بارور شده. برای همین تر رومیان باب 8 میگه تمامی کاهنا در حال درد ذهن که کی آزادی کامل رو تجربه خواهد کرد. مسیح برخواسته، مسیح برخواسته، اما تو امروز نمیتونی مثل مریم او رو در آغوش بگیری، مثل مریم او رو در بر بگیری، به زبانی او رو در جایی محدودش کنی. تو نمیتونی از او یک قهرمان بسازی و تا شعای چند صد متری اورشلیم رو چراغانی کنی، زیارتگاه بسازی، محدودش کنی در ساختمانها و عمارتها. چرا؟ چون عیسای ما عیسای زنده همیشه جاوید است. برای همین تو نمیتونی جلجتا رو مرکز زیارت بسازی و هر سال دور قبر او بچرخی و بگی آه چه قهرمانی بود، چه مردی بود، پهلوی او سوراخ شد. تو نمیتونی این کار بکنی، تو نمیتونی محدودش کنی در مرد پرستی های خودت، چون که او ساکت و آروم روز یک شنبه، صبح یک شنبه، در حالی که دولت روم سنگ عظیمی جلوی سنگ قبر او گذاشته بود که چندین سرباز رومی قوی نمیتونست اون سنگ قبر رو تکون بده، در حالی که خداوند ما با پارچه های خیلی محکم کفن پیش شده بود، اما روز یک شنبه صبح زود عیسی مسیح خداوند از مرگ برخاست. آمین. تا امروز عزیزان، اگه چشمای تو مثل مریم در حال اشک ریختنه، به سراغ او بره، به سراغ مریم بره، به سراغ مریم ها بیاد و بگه مریم چرا گریانی؟ چرا انقدر آشفته ای؟ دنبال چی میگردی؟ امسال
شاید اشکایی ریختی، اشکای تنهایی، ناامیدی، اشکای از دردهای روحی و جسمانی که هیچ کس عزیزان، حتی نزدیکترین شخص زندگی تو نفهمید که بر تو چی گذشت. شاید اشکایی ریختی به خاطر از دست دادن رویایی که در قلبت بود، اشکایی ریختی به خاطر اون آرزوهایی که در قلبت مرد و خاک سپاریش هم انجام دادی، مثل مریم که فکر میکرد که اون مرده و باید او رو به خاک بسپره. امروز عیسی نزدیک توست، داره نام تو رو صدا میزنه. نزار مثل مریم دوچار غم و اندوه باشی، انقدر دوچار ناامیدی باشی که صدای او رو نشنوی. امروز عیسی داره به تو میگه، ای کسی که دلت خمیده، پشتت خمیده و عشق از چشما جاریه، چرا گریانی؟ مریم صدای استاد رو شناخت و گفت ای معلم من، ای ربونی. عزیزان گوسفند عیسی آواز صدای استادش رو میشنوه. دنبال چی میگردی؟ شاید سردرگمی، شاید داری از حوضهای شکسته میخوای چشمه آب حیاتو پیدا کنی تا اون خلأ بودن و توهی بودن تو پرشه. شاید دوباره داری دنبال یک مرده میگردی که ببری دفنش کنی و برات راحت تره تا عزاداری کنی، تا رستاخیز او رو متوجه بشی. مریم صدای او رو شنید و صدای او غمهای او رو به شادی تبدیل کرد، چون صدای او عزیزان یک آوای تو خالی و پوچ نیست. صدای عیسی قیام کرده تاریکی رو از نور جدا میکنه، حقیقت رو از دروغ جدا میکنه، انسان رو از چاه هلاکت بیرون میکشه. و جالبه که مریم قبل از اون صدای فرشته رو شنید که داره او رو صدا میکنه، ولی هیچ واکنشی نشون نداد، چون او دنبال خود عیسی بود. امروز بیا دنبال خود عیسی باش، از لابلای آواز کلام خدا، از لابلای این تصویرهایی که کلیسا میخواد به تو منتقل کنه. تمام سعی اینه که امروز تو با عیسی زنده ملاقات کنی. آمین. میدانم منجی من زنده است، در آخر و در جهان مانم. میدانم منجی من زنده است و میدانم او سلطنت کنم، گرچه جانم حال چشمانم خدا را میبینم. میدانم آجیم زنده هم و من با او تا آخر خواهم ایستاد. میدانم آجیم و عیسی زنده به ملاقات شاگردانی میره که به سبب ترس یهود درها رو بسته و پرده ها رو کشیده بودند. عیسی نه تنها به ملاقات مریم میره که اشکای او رو به خنده مبدل کنه، بلکه عیسی به ملاقات شیران ترسیده میره که در اون بالاخانه جمع شده بودن. درها را ببندید.
اگر امروز خواهر و برادر عزیزم و مهمونایی که امروز اینجا هستین، اگه مارهای ترس در حال خزیدن در وجود توست، به خاطر موقعیت پناهندگی، به خاطر شرایط وخیم پناهندگی، بلد نبودن زبان آلمانی، ترس از زندگی هایی که شاید رو به فروپاشیه، ترس از دست دادن های امیدی که روزی روی اون سرمایه گذاری کردی ولی حالا هیچ امیدی نمیبینی، عیسای قیام کرده امروز قادره در میان بطن مشکل تو بیسته. عزیزانم، عیسای قیام کرده فقط یک واقعیت تاریخی نیست که ما جشن بگیریم هر سال. و دائم به هم بگیم قیام مسیح مبارک. عزیزان، این خیلی خوبه که به هم هی تبریک بگیم، ولی یک حقیقت تبدیل کننده است در رستاخیز عیسی مسیح که وقتی وارد زندگی های ما میشه، گریه های شامگاهی ما رو به خنده های صبحگاهی تبدیل میکنه، ترسایی که باعث میشه ما رو پشت دیوارهای بسته قایم بشیم، ترسایی که به اثر عدم و آگاهی از زنده بودن خداوند ما عیسی مسیح ما رو اسیر و زندانی میکنه، عیسی میاد به میان ترسا. عیسی در اون حاکمیت ترس، عیسی که از درهای بسته قبر عبور کرد، وارد قلب مشکل این عزیزان شد. او در حاشیه مشکلات ما قرار نمیگیره عزیزان. او فرشته ها رو میتونست بفرسته، ولی خودش به ملاقات شاگردان اومد. مشکل تو امروز چیه؟ از چه ترسانی؟ از چه میترسی؟ عیسی حقیقتا برخواسته و قادر امروز ترس های ما رو به ایمان و امید مبدل کنه. چون زنده هم از فردا نترسم، چون زنده چون زنده ای از فردا نترسم، چون زنده ای ترسی ندارم، چون دارم آینده در دستای توست، وزی سن ازش دارد چون تو زنده. و عیسای قیام کرده نه فقط روح ترس رو با حضور مبارکش از وجود شاگردان ترسیده متواری کرد، بلکه بر آنها دمید و آنها را از سلامتی و شالوم خودش پر کرد.
عزیزان، سلام عیسی یک سلام عادتگونه نیست که گاهن یه آدم رو کلافه کنه یا پشت اون هیچ سلامتی نباشه. سلام این شاهزاده سلامتی عزیزان تمامی هستی رو به واکنش تحریک میکنه. سلام این الماس بی قیمت وقتی آوای او، آوای این سلامتی و نفس هستی بخش او میدمه، باید عزیزان تمام کل سیستم طراحی شده خدا، تمام سیستم طراحی شده خدا باید به این آوای پر از سلامتی عیسی جواب بده. وقتی عیسی سلامتی رو ندا میکنه عزیزان در هر فضایی، آنچه که همین الان در دنیای نادیدنی در حال تردده، شاید امکان داره روحای مخالف که همین الان دیده نمیشن ولی دارن به ضد کلام خدا پچ پچ میکنن و کلافه شدن از این کلام مقتدر خدا، تمام اون روحای مخالف که همین الان به ضد رستاخیز عیسی مسیح دارن به خودشون میپیچن، آن پرگویی های منفی، آن پلیدی ها، هر آنچه که خیالاته، هر آنچه که ریاست تاریکیه، در برابر آوای سلامت بخش عیسی مسیح همین الان باید به زیر افکنده بشه. آمین. سلامتی بر تو باد ای کلیسای آلفا اومگا، سلامتی بر تو باد ای مهمونای عزیز، شالوم خدا بر تک تک شما باد. وقتی که این شاهزاده سلامتی با روح هستی بخشش وارد قلب‌های توهی، ترسان و خالی ما میشه، همه چیز تغییر میکنه. در یوحنا 14 میگه سلامتی خودم رو برای شما میذارم، دل شما مضطرب نشه، اون سلامتی به شما میدم که دنیا نمیتونه به شما بده. او سلامتی رو برای ما گذاشت عزیزان، آن سلامتی و آرامی. عزیزان میخوام توجه کنید که در اتاقهای مشاوره به دست نمیاد، با دادن داده و اطلاعات به دست نمیاد، با خوردن قرصای اعصاب که ساعتی رو در حالت اغما بری به دست نمیاد. این آسودگی، این صلح، این شالوم در کنار دریاچه، در کنار یه ساحلی آروم که موقتی بخوای به دست بیاری، اون سلامتی به دست نمیاد. این سلام، سلامتی، شالومی که خدا امروز میدمه بر شما قوت قیامش برمیخیزه، اون کامیابی و سلامتی و آرامی عزیزان که در آشپزخونه وقتی داری غذا درست میکنی بر تو حاکمه، در بیمارستان وقتی خبرهای بد میشنوی بر تو حاکمه، در اداره پناهندگی وقتی جواب تو میگیری، وقتی صبحا میری در صندوق باز میکنی تنت میلرزه که الان چه نامه ای اومد، سلام خداوند، شالوم خداوند در تهدیدها، در هیاهوی خیابونها، وقتی با ماشین میپیچن جلوت، در نابسامانی های زندگی، این شالوم خدا بر کلیسای محبوبش حاکمه. چرا که عزیزان، چرا که عهد خدا با ما در عیسی مسیح خداوند عهد حیات و سلامتیه. این میراث شاهانه عیسی برای قوم محبوبشه، شالوم و سلامتی، چیزی که دنیا و تمام دست و پا زدنهای شما به شما نخواهد داد. شالوم خدا بر شما باد. شالوم عزیزان در مسیح، شالوم قوم خدا، شالوم شالوم، با شادی در رو، با لبخند و سرور به هم گوییم سلام.
شادی در او با لبخند و سرود به هم گوییم سلام شلام شلام اگه دریافت نکنین شالومو باختین. آمین. اما عیسی زنده بعد از رستاخیزش افراد زیادی رو با نیازهای متفاوت ملاقات کرد. در لوقا باب 24 از آیه 13 تا 17 میخونیم شاگردانی بودن که مشغول جهر و بحث، پر از دلخوری، پر از نارضایتی، پر از شک و تردید از قیام عیسی مسیح خداوند، که عیسی مسیح خداوند با اونا یک ملاقات استثنائی و غیر قابل وصفی به عمل آورد. برای نشان ما آمد او ساخته
شاگردانی که با شانه های افتاده سلانه سلانه به سمت دهکده به نام امواس با چهره های خاموش و قلب هایی که پر از خالی بودن بود، خالی از امید و حیات، انقدر خالی بود، انقدر توجه این دو شاگرد به مشکلاتشون بود، انقدر غرق افکار بی ایمانی بودن که نفهمیدن عزیزان که تا دقایقی بسیار عیسی در کنار اونا در حال صحبت کردن بود. این دو شاگرد حتی در مسیر غلطی داشتن حرکت میکردن، در جهتی دور از جماعت ایمانداران. آنها با پیش‌فرض‌های خودشون روی مسیح حساب میکردن، به مسیح فکر میکردن که نظامی سیاسی قراره که اونا رو از زیر سیطره روم بیرون بیاره. اونا تشخیص نمیدادن که عیسی برای نجات روح انسانها به این دنیا اومده. اونا حتی صحبت میکردن که قبر خالیه، ولی نفهمیده بودن که عیسی قیام کرده. عیسی مسیح با یه حالت توبیخی، یه حالتی که انگار داره هرس میخوره، میگه چه حرفا داریم با هم میزنیم، چرا راهو داریم به کدورت میریم؟ نمیدونم در سفر زندگیتون که دارین این مسیر رو طی میکنین چه حرفا با هم میزنین در روز؟ آیا کارهای خداوند، آیا معجزات او، از کلام او، یا از نقنق و غیبت و غرغر پر هستیم؟ عیسی خداوند گوشاش به صدای اونا بود و اینقدر درد داشت که با حالت و کلمات توبیخی، ای بی فهمان، ای سستلان، از ایمان آوردن به آنچه که انبیا سالهای سال گفتن، این همه شواهد، این همه پیشگویی ها، هنوز از ایمان آوردن عاجز هستید؟ امروز هم عزیزان شاید در بین ما افرادی همجور نشستن با صورتهای بدون روح نگاه میکنن، علی رغم 2000 سال مدارک و شواهد زنده در مورد عیسی مسیح و قیام او، مرگ و قیام او به خاطر بنی بشر، از ایمان آوردن امتناع میکنن. تاریکی و مرگ ابدی و جهالت و جهل رو ترجیح میدن. ولی عیسی فقط اونا رو توبیخ نکرد، بلکه با صبوری و محبت شروع کرد کتب رو برای اونا دوباره تفسیر کردن. از پیام‌های اشعیا و آموس گفت، از باز شدن دریای سرخ برای اونا گفت، از ریزش دیوارهای اریها، از لغزش‌هایی که داوود خورده بود در طی زندگی، از کتبی برای شاگردان صحبت کرد که چه قوی، چه زیبا عیسی رو داشتن به تصویر می‌کشیدن. ای سوستلان به زبانی، ای نادانان، آیا وقتی که کتب رو میخوندین نباید میدیدین من و دن نوح نباید میدیدین که آمدم که کل بشر رو نجات بدم؟ آیا نتونستین ای نادانان منو در ابراهیم ببینین که چطور پدر امت جدیدی در عهد جدید شدم؟ آیا من و عیسایه مرده بود که زنده شد نتونستین در اسحاق ببینین که چطور پدرش او رو در مذبح به عنوان قربانی گذاشت به خاطر نجات شماها؟ آیا نتونستین منو در یوسف ببینین که چطور بردگان اسیران در گناه و تاریکی رو بیرون آورد و به آزادی فراخواند؟ در نهایت آیا نتونستین منو در یوشع ببینین که همین الان چطور دارم جد و جهد میکنم تا شما رو به اون کمال ابدی، به اون سرزمین موعود، به اون اورشلیم آسمانی هدایت کنم؟ و شاگردان عزیزان فقط از شنیدن کلام او هنوز نشنیده بودن، نشناخته بودن، از تفسیر کلام پاک او، از نگاه پر از مهر و عشق او، از حضور پر از طراوت او، از حقیقت کوبنده کلام او پر از شادی شدن.
این دو شاگرد از تپه‌های سنگلاخی سرد و زمستانی اورشلیم به طرف دره عطرآگین کوه زیتون با شادی به حرکت در اومدن. اونا به خاطر کلام پرخاصیت عیسی، کلامی که هر نقطه و همزه او الوهیت و خدا رو حمل میکنه، از زمستان خون و اشک صلیب، از تردید و شک گذشتند و وارد شادی و شادمانی شدند با دلهایی که به خاطر کلام او پر از گل بود. و اونا اصرار کردند که با ما بمان، سر سفره با ما نان بخور. همین که نان را عیسی پاره کرد، ناگاه بعد از این همه مدت چشمای اونا باز شد. آیا دل ما در اندرون ما نمی سوخت وقتی عیسی قیام کرده با ما سخن می گفت و کتب رو برای ما تفسیر می کرد؟ امروز تو اینجا رو این صندلی رو نشستی که فقط یک کلام معمولی رو بشنوی و بری بدون تغییر. امروز تو میتونی در ایمان، عزیز من، عیسی مسیح زنده رو ملاقات کنی تا از تو یک پیرو حقیقی برای عیسی مسیح، یک عاشق، یک مریض عشق ساخته بشه. تو امروز حتی مثل توما که نتونستیم به خاطر محدودیت وقت راجبش صحبت کنیم، میتونی بدن مبارک عیسی مسیح رو همین امروز لمس کنی. چطوری؟ عزیزان، کلیسا بدن روحانی عیسی مسیحه. عیسی مسیح از ما راهبی نساخت که ما رو نجات بده، ما بریم توی غاری پناه ببریم، انقدر در غار تنهاییمون بمونیم یا جلوی تلویزیون محبت یا کتاب بگیریم دستمون تا گریه‌هامون، ترسامون، شک و تردیدامون، کدورتامون که به خاطر جهل و نادانیمونه نسبت به رستاخیز عیسی مسیح، انقدر بریم پشت دیوارهای بسته جماعت که بدن عیسی مسیح دور بمونیم تا شفا و آزادی و شادی بیاد. عزیزان، مسیح در جمع مؤمنینه، در دوستی و رفاقت و شراکت بدن مقدسشه، در عشاهای ربانیه، در مراوده های دوستانه و گاهی تنشگونه هم هست. و عیسی ناگهان در بین ما و آنها ظاهر شد، همانطور که در بین شاگردان ظاهر شد. امروز با ایمان میتونه در بین ما ظاهر بشه. هر دفعه که میای کلیسا به بدن وصل میشی، در شراکت قربانی مقدس وصل میشی، عیسی رستاخیز یافته در میان توست. باور میکنی یا نه؟ آمین. چرا عزیزان؟ چون خود عیسی گفت هرگاه دو یا سه نفر در نام من جمع شن، من در میان ایشان هستم. برای همین با تمام تنش ها ما میریم سلانه سلانه، چون به بدن و به مسیح وصلیم. آمین. امروز عیسی مشتاقه تا تو رو طبق نیاز و انتظارت ملاقات کنه. آمین. نه فقط ملاقات کنه که توی اشکایی تو رو پاک کنه، به شادی تبدیل کنه، نه اینکه فقط ترسایی تو رو ببره به ایمان و امید تبدیل کنه، نه فقط این قرقرها و پرگویی‌های منفی ذهن و زبان تو رو، کدورت‌ها و جهل و نادانی ما رو برگردونه، بلکه امروز عیسی مسیح خداوند با دم هستی بخشش میخواد بر تو بدمه تا با صلح و سلامتی و آرامش و کامیابی، شالوم، با تمامی ابعادش این فضا رو ترک کنی. چرا؟ چون خداوند ما در حقیقت برخواسته است. قیام عیسی مسیح بر شما باورمندان به عیسی مسیح و رستاخیز پرشکوه و استثنایی او تا ابد مبارک باد.